سلام حمید، خوبید؟ مرسی، خوش اومدی. یه جمله به هوادارا تبریک خانم، تبریک. حمید صفت پس از مدت‌ها از اتهام قتل عمد و قصاص تبرئه شد و به پرداخت دیه یک فرد مسلمان محکوم شد. همچنین قرار بازداشت موقت آقای صفت به قرار وثیقه تبدیل شده و امروز یک شنبه 11 مهر ساعت 4:30 بعد از ظهر از زندان آزاد شد. روز گذشته وکیل حمید صفت در گفتگو با خبرنگاران در توضیحاتش درباره پرونده حمید صفت گفته بود دادگاه موکل بنده دو مرتبه در شعبه 8 دادگاه کیفری 1 استان تهران تشکیل، اما به دلیل شبهات و اختلافات موجود در نظریه های کمیسیون پزشکی قانونی ابهاماتی به پرونده وارد شده. حالا این ابهامات اینه که قتل به صورت عمدی انجام شده و حمید صفت میدونسته که شوهر مادرش که اسمش هوشنگ هست قرص میخوره و مشکلات جسمی داشته و مریضه. اما دادگاه در نهایت در رأی نهایی اعلام کرد نظر به اینکه آقای حمید صفت در لحظه مشاجره توجه و آگاهی به وضعیت جسمی مرحوم نداشته، بنابراین نمیتوان اتهام قتل عمد را متوجه حمید صفت دانست، صرف نظر از اینکه ابهاماتی هم در نظریه پزشکی قانونی وجود دارد. وکیلشون گفتن حمید صفت از اتهام قتل عمد و قصاص تبرئه شده و باید دیه یک فرد مسلمان رو پرداخت بکنه. رأی دادگاه قابل فرجام خواهی است، اما پیشبینی وکیل حمید صفت اینه که خدشه ای به این رأی وارد نمی شود، چون دیوان عالی کشور دو مرتبه در دو رأی مختلف نظرش بر قتل شبه عمد بوده و قتل عمد رو قبول نداشته. اما بریم ببینیم که اون روز چه اتفاقی افتاد که حمید صفت به این دردسرها افتاد. حمید رضا امیری صفت، مشهور به حمید صفت، 28 مرداد 96 به اتهام قتل همسر مادرش بازداشت شد. مادر حمید در سال 85 پس از جدایی از شوهر اولش با هوشنگ 66 ساله ازدواج کرده بود و حمید هم گاهی به خانه آنها می رفت. حمید 24 مرداد 96 وقتی فهمید هوشنگ مادرش را کتک زده است، خودش را به خانه رساند و با او درگیر شد. هوشنگ پس از این درگیری به بیمارستان انتقال یافت، اما 3 روز بعد جان باخت. پس از این ماجرا 2 پسر و 1 دختر هوشنگ از حمید صفت به دلیل قتل عمد شکایت کردند. تبریک خانم، تبریک. حمید صفت در اظهاراتش با رد هر گونه ضربه به سر هوشنگ به بازپرس گفت من به هیچ وجه ضربه به سر هوشنگ نزدم و اصلا قصد کشتن او را نداشتم، فقط میخواستم وی را بترسانم که مادرم را مورد ضرب و شتم قرار ندهد. احتمال میدهم سر هوشنگ حین کشمکش با من به دیوار یا کمد کنار مبل خورده باشد، چون در آن لحظات هوشنگ تقلا میکرد که مادرم را کنار بزند و با من درگیر شود. در ادامه تحقیقات پزشکی قانونی در بررسی اولیه علت مرگ هوشنگ را خون ریزی و آسیب مغزی در اثر اصابت جسم سخت به آهیانه راست او اعلام کرد که با اعتراض متهم پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی رفت. یعنی پزشکی قانونی گفته که ضربه خورده به قسمت آهیانه سر هوشنگ و به همین خاطر خون ریزی کرده و فوت شده. کمیسیون 7 نفره پزشکی قانونی در گزارش خودش 50% علت مرگ هوشنگ را مسائل و بیماری‌های هوشنگ اعلام کرد. به این ترتیب دادگاه قرار بازداشت متهم رو به قرار وثیقه تبدیل کرد و حمید با وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. آزادی حمید پایان کار نبود، چرا که اولیای دم به این حکم اعتراض کردند و پرونده به کمیسیون 11 نفره فرستاده شد که نهایتاً حمید صفت دوباره بازداشت شد و اتهام مباشرت در قتل غیر عمد به اتهام مباشرت در قتل عمد تبدیل شد. حمید صفت در جلسه دادگاه ضمن رد قتل گفت مثل همه دعواها درگیری ما هم با هول دادن یکدیگر شروع شد.
من هم چند مرتبه او را هول دادم. در تحقیقات اولیه گفتم من او را نزدم. گفتن اگر تو نزدی مادرت زده است. به همین دلیل من هم گردن گرفتم که چند ضربه به او زدم. من شکلات خوری را به سوی او پرتاب نکردم. فقط یک گلدان بود که به دیوار کوبیدم. آن موقع هوشنگ به سمت آشپزخانه رفت و من فکر کردم میخواهد چاقو بردارد. دستش را گرفتم. او یک لیوان برداشت که آن را هم از او گرفتم و لیوان افتاد و شکست. بعد هم دعوای من تمام شد. حمید در این جلسه گفت که ضربه زدن در حد هل دادن را قبول دارد. پس از آخرین دفاعیات متهم، هیئت قضایی قرار متهم را از قرار وثیقه 600 میلیون تومانی به قرار بازداشت موقت تبدیل کردند و حمید صفت مجدداً بازداشت و روانه زندان شد. در ادامه حکم قصاص برای حمید صفت صادر شد، اما اولیای دم حمید صفت به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. به این ترتیب با رأی اکثریت شعبه 39 دیوان عالی کشور فرجام خواهی پرونده حمید صفت پذیرفته و حکم قتل عمد و قصاص حمید صفت نقض شد. بله، کل ماجرا رو بخوام به صورت محاوره‌ای و راحت بهتون بگم اینه که حمید صفت با همسر مادرش درگیر میشه. توی اون درگیری حالا به هر حال همدیگر هول میدن و سر هوشنگ به یه جایی میخوره. بعد از یه کشمکشی درگیری هاشون تموم میشه و هر کسی میره پی خودش. به خاطر اون بیماری که داشته سرش خونریزی میکنه و بعد میبرنش بیمارستان و 3 روز بعد هم فوت میکنه. فرزندان هوشنگ میان از حمید صفت شکایت میکنن که شما باعث شدی که پدر ما، یعنی شما پدر ما رو کشتی در واقع، و بعد از 4 سال بالاخره رأی امروز اومده که حمید صفت قتل عمد انجام نداده. یه قتل صورت گرفته ولی قتل عمد نبوده، به خاطر اینکه نمیدونسته بیمار هست و اگه مثلا سرش بخوره به یه جایی ممکنه فوت بکنه و الان باید دیه کامل یک مسلمان رو پرداخت بکنه. حمید صفت متولد 18 مرداد 1372 در تهرانه. شما فکرشو بکنید، سال 72 به دنیا اومده، سال 96 این قتل صورت گرفته، یعنی فقط 24 سالش بوده، یه جوون 24 ساله. قبلا در مورد خوانندگی و رپ گفته بود اگر بهش فشار بیارن و مجبور بشه از ایران بره این کارو میکنه و از کشور میره. اعتقاد داشت اگر رپ مجوز کنسرت بگیره پاپخوان‌ها تعطیل میشن. این سالها حمید صفت نتونسته کارهای زیادی رو منتشر بکنه و طرفدارانش الان خیلی خوشحالن که بالاخره آزاد شده و میتونه موزیک‌های بیشتری رو تولید بکنه. لطفاً شما هم نظراتتون رو کامنت بکنید و دیدگاه خودتون در مورد این اتفاق رو با ما به اشتراک بذارید. خیلی ممنونم از توجهتون. اگه این ویدیو رو لایک بکنید لطف بسیار بزرگی کردید. همین الان هم لوگوی کانال منحرفان شریف رو در تصویر مشاهده میکنید که با یک کلیک ساده روی این لوگو میتونید به راحتی عضو کانال بشید. خیلی ممنونم از همراهیتون. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.